در حالی که در گذشته نیز مردم هرات از انباشته شدن زباله‌ها در سطح شهر انتقاد می‌کردند، اما در این برهه از زمان که ویروس کرونا نیز مردم را به وحشت انداخته است، جمع‌آوری زباله‌ها بیشتر از هر زمان دیگری با اهمیت خوانده می‌شود. شهروندان هرات ضمن انتقاد از انباشته شدن زباله‌ها در کنار جاده‌ها به این باورند که زباله سبب آلودگی محیط شده، انتقال و گسترش ویروس کرونا را نیز سرعت می‌بخشد. میاش خلار که بروز میارم اینجا میگذارم، من با عذاب اومده است اینا. اینا رو باید به شو بیارم برزونم یا سطل آشغالی بیارم بگذارم اینجا، فضای مردم هر میگیره که مردم میرن بیایم اینجا بیسو بعد دست اینا با عذابم. معتادم که میای اینجا اینا رو با هم میزنم اینو پولک میدم. انا بیسو دیگه خیلی چتلی و چیز زیاد شده. امی آشغالا که گرفته اینا هم مردم از دست من آشغالا با عذاب لالا. یعنی ماشینا که اینجا استاده یا مسافری که میای اینجا ماشین با ماشینا در سوار نمیشه برو از دست من آشغالا. بعد آشغالا که اینجا میرزونن که خوب بماند، بعد از دوست از 3 ساعت بعد 20 نفر میای اینا رو پخش میکنه، همه تیم سرک میرزونه با کل دست از ما بازداب شده. ما از شهرداری همی خواهش میکنیم که امین لطف کنم طرف شو انشالله بیای امینا رو جمع‌آوری کنه، به روز نزغار بمونه، عوام گرمه، اینا بخکل دیگه تو بوی بعد میده، اصلا بخکل مردم برو بازداب دست امین. شهروندان هرات اداره شهرداری را به کمکاری در امر جمع‌آوری زباله ها متهم کرده و میگویند نه تنها اینکه زباله ها از سطح شهر به موقع جمع‌آوری نمیشوند، بلکه انتقال زباله ها نیز سبب آزار و اذیت مردم میشود. آنان از اداره شهرداری میخواهند که با استفاده از کارشوه مناسب زباله ها را از سطح شهر جمع آوری کند. ما مجبوریم که هم کرونا بخوریم، هم از این آشکارا بخوریم، ما اینجا چیکار کنیم؟ اکثریت بچه های مسموم شدن باور بکنیم. دیگه من خواهشم از مدیریت شهرولی و مدیریت تنظیف امینه که امی بزرگوارایی که در رست شیشتی هن، داخل چایکا شیشتی هن، بسایخ شیشتی هن، زیر کندیشن شیشتی هن، بیان درد مردم از نزدیک متوجه بشن، بیان مردم ببینن که مردم چی حالت زندگی میکنن. حالا کسی که داخل دفتر خونه از موتر پایین میشه داخل دفتر بالا میشه، خدای تعالی برای برابر کرده، خدای تعالی برای ببخشونه، ولی او کوشش کنه بیان و این خود از نظر خود خوبی شخصا نگاه بکنه ببینه که چه لااقل اینجا بعد یک سال تکلون بشه که آشغالا داخل ازو بندازن. تنها شهروندان هرات از این موضوع نگران نیستند، بلکه فعالان مدنی نیز وضعیت شهر را نابسامان خوانده و تاکید دارند که باید اداره شهرداری با استفاده از نیروی برحال در راستای تنظیف امور شهری تلاش کند. موجودیت زباله ها در درون شهر میتونه حامل ویروس کرونا باشه، به خاطر که شما میفهمید تمام زباله که در شهر افتاده اینها به وسیله مردم استفاده شده و در اکثر خانه ها متاسفانه مریضای کرونایی وجود دارن، میتونه حامل ویروس کرونا هم باشه. ما امیدواریم حالا که تشکیلات شهرداری یک کم گسترش پیدا کرده بیایم از آدرس ریاست حکومت دری شهری نوعی استفاده از امکان و منابع شهرداری برای مردم بیشتر تشریح کنم و شهروندان انمو فرهنگ استفاده از وسایل و اسباب‌آلاتی که در درون شهر بیشتر تفهیم کنم. شهرداری هرات هم میپذیرد که فضای شهر نسبت به زمان قبل از کرونا شکل نابسامانی به خود گرفته است. سخنگوی این اداره میگوید تبعات منفی ویروس کرونا بر تشکیلات کاری این اداره نیز تأثیر گذاشته، اما با آن هم این اداره مصمم است تا امور شهری را نظم بخشد. مشکلات متعدد شهرداری هرات در اواخر روبرو شده. در قدم نخست ما بیشتر از 50 یا 60 نفر از کارمندان تنظیف ما که بالای 68 سال بالای 60 سال سنشان هست، بالای بین 58 تا 60 بالای 58 سال هست، به دلیل اینکه خدای نکرده به ویروس کرونا مبتلا نشن، اینها بر اساس قانون اینا رخصت شدن از بخشای مربوطه خود. یک ایده دیگه که حداقل میتونستن کار را از خانه انجام بدن، حداقل به نحو کار میکنن که اون رقم حضوری که باید در سطح بازارها باشن متاسفانه برای فعلا وجود نداره. انباشته شدن از زباله ها در سطح شهر پدیده یه تازه نیست، بلکه بارها شهروندان هرات نسبت به این موضوع انتقاد کردند. شهروندان هرات پیشنهاد می کنند که اداره شهرداری از طرف شب هنگام به جمع‌آوری زباله ها بپردازد تا از آلودگی محیطی در زمان شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.